سلام من احمد رفت هستم مجری و تهیه کننده تفسیر خبر برنامه که پنج روز در هفته به مدت چهل دقیقه از شبکه تلویزیون رها پخش خواهد شد ما در این برنامه سعی خواهیم کرد با کسانی که حرفی برای زدن دارند یا کارشناس مسئله هستند میهمان خانه های شما باشیم امروز در اولین برنامه تفسیر خبر یکی از با سابقه ترین خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی دکتر علیرضا نوریزاده مهمان ماست البته در این اولین برنامه تفسیر خبر مدیر و سردبیر ارشد این شبکه آقای علی اسقر هم با ما هستند با ما باشید آقای نوریزاده به برنامه خوش آمدید اینجا البته خونه خودتون حساب کنین همه ما میهمان بینندگان در خانه های آنها هستیم صد تبریک میگم بهتون شبکه رو با آقای رمزانپور و همکارانتون و همطور احمد دوست عزیزم هر رسانه ای که به وجود میاد میگن برگی به درخت آزادی بیان اضافه شده حالا این رسانه خوب باشه یا بد باشه در هر صورت آزادی بیان رو تقویت میکنه رها هم آخرین تلویزیون های فارسی زبان و ایرانی است که به خانواده رسانه ما پا گذاشته به نظر شما رسانه ها در کشوری مثل ایران با توجه به اینکه در داخل رسانه ها از آزادی های لازم برخوردار نیستند و چه بسا اصلا آزادی کمیرم که با زور به دست آوردن با چنگ و دندان ازشون گرفته میشه و همکاران ما به زندان میافتند نقش یک رسانه فارسی زبان و یا یک رسانه ایرانی مثل رها در خارج از کشور چی میتونه باشه ببینید جناب رفت روزی که تلویزیون ان تیوی پا به عرصه وجود گذاشت و آقای زیای آتابای یک برنامه ماهواره ای به ایران فرستاد این اولین بار نبود ولی به این صورت بود که قبل از اون یه برنامه تلویزیونی در اینجا بود به نام پرژن دون که طلو و این برنامه که آقای حسین قویمی درست کرد منم همکارش بودم یک ساعت در روز از 6 تا هفت بود از تلویزیون آسیا تلویزیون مال پاکستانیا بود بر مشاور خانم بوتو یک ساعت به ما داده بود برنامه بام دادی این تو تمام اروپا و جای دیگه پخش می شد روزی که این تلویزیون رفت روی هند و ایران فشاری جمهوری اسلامی آورد او این تلویزیون رو قطع کرد یعنی اینقدر برای جمهوری اسلامی مهم بود که یه تلویزیون وارد ایران نشه اینی که میگم دو هزار و 2002 بود دیگه بعد 2001 ای دو دو. حالا شما در چنین فضایی فکر کنید آقای زیاد آتابای اومد آمدن ایشون نه ببخشید من اشتباه کردم اینی که دارم میگم 1990 و, نخصد و, نبد و 96 هفت بود ده ده ده. چون بعد آقای آتابای اومد وقتی آقای آتابای اومد این در ایران یک انقلاب بود یعنی واقعا من با مردمی که من شب میرفتم توی برنامه با ایرزا میبودی فرداش اصلا باورم نمیشد این واکنش هایی که میومد و مردم به تلویزیون به عنوان یک کلید آزادی نگاه کردن که این اومده تا نجاتشون بده متاسفانه تعدد تلویزیون ها به جای اینکه دامن بزنه به بحث و فحش و گفتگو فضا رو یه خود قراقاتی کرد و من اتفاقا در این میان تلویزیون هایی که با عنوان تلویزیون های سرگرمی اومدن اونا رو موفق تر میدونم چون حداقل مردم وقتی اونا رو میدیدن خیالشون جمع بود کس نمیخواد کلا سرشون بذاره موسیقی بود بعدم همون تلویزیون های انترتیمند جمهوری اسلامی رو به اندازه تلویزیون سیاسی آزرده میکرد چون دختر و پسر میمدن میرقصیدن در ایران با اون شور و نشاط و شادی اثر میذاشت تلویزیون های جدی سیاسی منحصر شد به تلویزیون هایی که دولت ها دارن صدای آمریکا و بی, بی سی و دو سه کانال دیگه که با تمام بدبختی ها و تلاش ها تلاش میکنن مثل اندیشه مثل کانال یک مثل پارس اینا سعی میکنن که در در چارچوب برنامه‌شون یه حرف حسابی هم ارائه بدن امروز مردم ببینید در ایران اونجور که به هر حال ما با در تماس ها نمیتونیم بگیم صد درصد میدونیم ولی یه مقدار به تلویزیون ها دیگه با دیده بی اعتنایی نگاه میکنن مگه شما چیزی جلوشون بزنین که ببینن متفاوته مردم هنوز علاقه دارن تلویزیون میبینن ولی میرن جی ام تی وی میبینن نمیدونم کانال العربی دو رو میبینن فیلم سینمایی برنامه های سرگرمی رو بیشتر میبینن یه تلویزیون سیاسی واقعا باید در پرتو کلام صادقانه آدم هایی که در اون تلویزیون هستن و حرف هایی که ارائه میکنن خوشبختانه شما آدم با تجربه مثل آقای رفت دارین خود شما و دوستان دیگر و تمام وسیله رو دارید برای اینکه خیلی سریع بتونید اعتماد مردم رو جلب آی رمزان پور شبکه ما در این چشمندازی که آقای نوریزاده ترسیم کردند چه جایی رو میخواد اشغال بکنه چه اهدافی رو میخواد دنبال بکنه با کدوم بخش از مردم و جامعه میخواد تماس برقرار کنه و به عنوان مخاطب اصلی خودش انتخاب کنه هرچند مخاطب هر تلویزیونی به نوعی تمام یک کشور هستند من میخوام با استفاده از نکاتی که آیدکتر نورزاده اشاره کرد به دو جنبه خاص اشاره بکنم یکی اینکه من فکر میکنم که رسانه مثل هر تکنولوژی دیگه ای یک تکنولوژی فرهنگیه به این معنا که به وجود اومدنش شکل گرفتنش رابطه مستقیم داره با فرهنگی که در اون فرهنگ این تکنولوژی به وجود میاد من فکر می کنم اگه یه نگاهی بندازیم ما به تلویزیون هایی که ایرانی بودن تلویزیونای فارسی همونجور که آقای نوروزاده اشاره کردن خب وی ای و بی بی سی تلویزیون های خیلی خوبی هستن ولی اونا در واقع به نوعی ادامه همون تلویزیونهایی هستند هستن که در آمریکا و بریتانیا وجود داشتن و اون یه بحث کاملا جداییه اگه به تلویزیون ایران نگاه کنیم شاید هنوز مترقی ترین تلویزیون ما همون تلویزیونی باشه که ما در سالهای قبل از انقلاب داشتیم یعنی اگر نگاه بکنیم اون تلویزیون نویدنده یه جور تحول فرهنگی در ایران بود که اتفاق افتاد آقای قطبی در واقع یه فضای رو ایجاد کرد که هم از نظر نوآوری فنی هم از نظر نوآوری برنامه یک تحول به جلو بود بعد از اون همونطور که اشاره شد انقدر شرایط به وجود اومدن این تلویزیون ها سخت بود که عملا ما نرسیدیم به جایی که یک تلویزیون جامع داشته باشیم به اون معنی که ازش در واقع یاد میکنیم من فکر کنم این دو نکته یکی این که لحاظ فرهنگی ما هنوز پذیرای یک تلویزیون جامع و آزاد نیستیم یعنی هنوز ما به نوعی حتی در بیرون از ایران زیر فشار سانسور حکومت ایران هستیم این فشار به دو شکل خودشون نشون میده یک شکلش اینه که مانع این میشه که بسیاری حتی در همین تلویزیونی که بیرون از ایران هستن حرف خودشون رو بزنن یا آزادانه صحبت بکنن و یا حتی گروه زیادی میترسن از ترس فشار حکومت ایران که همکاری بکنن بنابراین ادامه سانسور در شکگیری این تلویزیون ها تاثیر گذاشته جنبه دومش این هست که این ادامه فضای فرهنگی بسته باعث شده که خود تلویزیون ها و خود نیروهای سیاسی هم اون همکاری لازم رو نداشته بود یعنی این تلویزیون که فقط میشن سیاسی و متعلق به یک تریبون خاص میشن دلیلش اینه که فضای همکاری سیاسی همکاری فرهنگی هنوز به لازه فرهنگی به نظر من تا حدی در جوامع رسانه یه فارسی زبان شکل نگرفته من امیدوارم تا حدی ما این دوتا مسئله رو بتونیم حل بکنیم یعنی تا یه حدی از اون مرزهای سانسوری که تحمیل میشه بر تلویزیون های ایران فراتر بریم و تر راجع به دقدقه ها و مسائل مردم ایران صحبت بکنیم و دوم اینکه سعی بکنیم که این روحیه تریبونی بودن رو بذاریم کنار و سعی کنیم یه تلویزیونی باشه که جامع باشه و همه بتونن در اون به نوعی سهم خودشون داشته باشه شما اشاره به آقای قطبی و تلویزیونشون کردین من میخواستم اینجا یاد ایرج گرگین یکی از پدران تلویزیون مدرن در ایران رو که در ماه ژانویه فوت کرد و یادی ازش بکنیم چون واقعا ایشون حقی بزرگ به جهان رسانه‌ای و بسیاری از همکاران ما دارن من راجب ایراج یه چیزی رو بگم چون خب من با ایرج خیلی کار کردم و ما اومدیم در رادیو تلویزیون رادیو تلویزیون اومد دو شبکه شد شد شبکه یک و شبکه دو ایرج رئیس شبکه دو بود و ما یه برنامه گرفتیم صبح بخیر ایران و یه برنامه اسرانه با رادیو دو صبح بخیر ایران سعید قای مقایم بود من بودم هوشنگ قانی تهیه کننده اولین برنامه بود که در درون استودیو اسپانتینیس نویسنده مینوش گوینده اجرا میکرد یعنی به این صورت بود بعد با هم حرف میزدیم شوخی میکردیم یعنی خیلی اسرانه با رادیو دو با اسماعیل میرفخرایی بود و ایرج شنان پشت ما چون برای اولین بار تو ایران برنامه زنده با تلفن مردم زنگ بزنه خیلی بود این قانه قلبش میزد وقتی تلفن میزد دستش رو دکمه بود قرص ایرج مبتکر بود از اون زمانی که توی رادیوی تهران سابق روزای جمعه یه نمایشنامه برجسته رو بیژن مفید انتخاب میکرد ترجمه میکرد و بهترین هنرپیشه های وقت توش بازی میکرد و ایرج گرگین اولش میگفت برنامه دوم دو تقدیم میکنه و اون داستانو خیلی ماه بود بعدم تو رادیو فردا دیگه که احمد همکارش بود سالها یادش من بود. افتخار همکاری با ایرج گرگینو در رادیو فردا و افتخار دوستی خیلی مهمتر از همکاری در سالهای بعدش داشتم و متاسفانه آمریکا بودم موقعی که فوت کرد روز قبل دیدمش و هیچ وقت دلم نمیخواد اون خاطر روز قبل در داشته باشم بلکه خاطر سالهای قبل داشته باشم ولی اگر برگردیم به رسانه های خارج از کشور یک مسئله که بسیاری از رسانه ها شاید بهش کم توجه میکنند و یا به طور اشتباه توجه میکنند جوانانه ما در ایران کشور هفتاد درصدش بعد انقلاب به دنیا آمدن یعنی جوانان و اینها اکثرشون فر... فرهنگی که دارند با فرهنگ نسل ما متفاوته از ادبیاتشون تا موسیقی و هرچی این ما بین هست بسیاری از جوانهایی که من باشون در تماس هستم در داخل ایران میگن هیچ کدوم از این تلویزیونای سیاسی تلویزیونای تفریحی چرا برنامه لازم ولی نتونستند برنامه های فرهنگی و هنری سنگین یا برنامه سیاسی ارائه بدن که بتونه اکثریت این جوونا رو مخاطب خودش قرار بده آقای نوریزاده چرا این تلویزیون ها به یک جامعه که هفتاد درصدش جوونه و بعد انقلاب به دنیا آمده رو نتونستن اونطور جذب برنامه های سیاسی بکنن؟ ببینید دو اشکال داره یکی این که سی و سه سال ماها همه مجری برنامه ها هستیم و نویسندگان روزنامه ها هستیم و گویندگان و این یکی در ایران این رسم بود این دوی چار درصد متر امدادی آقای سالهیار وقتی بنده رو کشف میکرد تو 25 پنج سالگی من رو میورد میکرد دبیر سرویس شب اطلاعات بعدم دبیر سیاسی که بوم صدا میکرد ولی چوبو به دست من میداد و من وظیفه داشتم این چوب به دست کس دیگری بدم این ترتیبات برای ما اجرا نشد من تا زمانی که روزنامه جامعه اومد بیرون از مطبوعات ایران نامید بودم واقعا نامید بودم. میدرست بود. چیز خیلی بی رنگ بود. جامعه که اومد و یه سری آدم جوان و روزنامنگار معرفی کرد مسیر روزنامنگاری ایران عوض شد در تلویزیون این هم همینه ما فرصت نداشتیم بعد خودمون رو تربیت کنیم آدمایی که میان با سلیقه ما جور در نمیاد ما حاضر نیستیم دوربین و بدیم دستی آدمی که نمیشناسیمش 20 سالشه در حالی که سی سال پیش چل سال پیش به ما اینو دادن گوش میدی برای ما اونجا این فرصت پیش اومد ولی من حاضر نیستم از جای خودم بلند شم یه پسر 20 ساله جای من بشینه که با مخاطبان خودش بتونه راحت صحبت کنه اینه که به نظر من مثلا وجودیه تلویزیون جدی مثل شما این باید باشه که شما اینجا در کنار کارتون یه ترینینگ داشته باشین یه جوون بیان ببینن بعد ببین برنامه اجرا کنه؟ اشتباه بکنه اب نداره ولی مخاطب خودش رو پیدا میکنه اون جوان با زبان من و شما باید چقدر قوی باشیم که ما رو جذبش کنیم چون الان به بنده شما میگن آقا خفنه فشله من و شما چجوری میخوایم با این برخورد بکنیم اینه که اون باید بیاد خودش زبان خودشون صحبت کنه و و بتونن با هم کامیونیکیت بکنن امیدوارم واقعا شما به این مسئله توجه کنید چیز مهمه تلویزیون ما برخلاف تلویزیون که آقای نوری می میگفتن خب من که مسنترین عضو این تلویزیون هستم بعدم که در مقام دوم شما قرار دارین بقیه یک سالهای زیادی با ما فاصله سنی دارند و تمام کسانی هم که جلوی دوربین قرار خواهند گرفت جوان هستند چگونه میشه یک توازنی به وجود آورد به نظر شما به خاطر اینکه حرف آقای نوری زاده درسته که باید به جوان ها امکان داد ولی از جانب دیگر یک مشکلی که در مطبوعات بعد از جامعه دیده میشه اینه که تمام آد... اکثر آدمای با تجربه کنار گذاشته شدن و جوان ها شوق دارن فرهنگ جدیدی رو میارن ولی خب تجربه رو ندارن باید یک بالانسی توازنی بین تجربه و نوگرایی به وجود آورد که اجازه بدین جوان ها رشد کنن چون اگر جوانها از تجربه قدیمی ترا استفاده نکنن و رشدشون هم ناقص میشه این توازن شما چطوری فکر میکنین در این تلویزیون برقرار کنین من میخوام در پاسخ به این پرسش دقیقی که شما اشاره کردید اشاره بکنم به تجربه بی بی سی فارسی در بی بی سی فارسی اتفاقی که افتاد اینه که ظرف چهار سال گذشته چهار سال سه سال گذشته و همزمان با اینکه بی بی سی به این نتیجه رسید که بخش در واقع تلویزیون خودش رو بندازه بهره زیادی برد از دهها ها روزنامه نگار جوانی که در ایران کار کرده بودن به عنوان روزنامه نگار یعنی گروهی از روزنامه نگارانی که در ایران کار کرده بودن به عنوان روزنامه نگار پیوستن به بی بی سی در نتیجه یک قدری فضای بی بی سی رو بی بی سی فارسی رو جوانتر کرد این چیزی که ما الان توی بی بی سی فارسی هم میبینیم من فکر میکنم که همینطور که این تجربه نشون میده ما اگر بیایم راه رو باز بکنیم برای اینکه جوانها بیان نه فقط روزنامه نگاران برای اینکه گروهی از اینا روزنامه نگاران هستند گروهی دیگه کسانی هستند در ایران چون تلویزیون آزاد نبود در ده دو دهه سه دهه گذشته به خصوص بسیاری از جوانان رفتن به سمت م... انجام دادن کار مستند سمت ساختن کلیپ یعنی تجربه های تصویری غیر از تلویزیون ما اگر راه رو باز بکنیم که روزنامه نگاران و برنامه سازان و مستند سازان جوانی که دور از تلویزیون کار کردن خیلی هاشون ممکن در شرکت تبلیغاتی کار کرده باشن کار موسیقی کردن کار کلیپ هنری کردن کار هنری برای جشنواره کردن چون نمیخواستن در انقیاد تلویزیون دولتی ایران باشن یا تلویزیون سیاسی که بیرون بودن که اصلا خواهان اونا نبودن من فکر می‌کنم ما اگر این جوان رو بیاریم ولی به هر حال بتونیم از تجربه ای که از گذشته بوده در سازمان دادن و استفاده کردن بهره ببریم به نظر من جوانهای ما راه خودشون رو در هر جایی منجمله جمله در تلویزیون ما پیدا خواهند کرد و فقط نیاز به این دارن که فرصت به اونا داده بشه از سانسور نترسن و ارتباط نزدیکی با جامعه مخاطب خودشون داشته باشه خب ما نمیتونیم آقای دکتر نوریزادر اینجا داشته باشیم و در رابطه با مسائل منطقه با ایشون صحبت نکنیم بنابراین با ما باشید تا لحظات دیگر برمیگردیم و در رابطه با سفر پاپ بندیکت شانزده رهبر کلیسای کاتولیک به لبنان که سفری بسیار مهم تلقی میشه صحبت میکنیم با ما باشید در این روزها پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کلیسای کاتولیک سفری به لبنان کرده که بنابر آنچه مفسرین عربی نوشتند به نوعی موجزه حتی قبل از ورود پاپ به خاک لبنان تبدیل شده بود پاپ توانست خیلی از مشکلاتی که تو لبنان در هفته های اخیر بود حداقل برای یک مدتی مسکوت بکنه و کسانی که به هم حتی رسیده بودند به تیراندازی و گروگانگیری گویا قبول کردند که در جریان سفر پاپ تفاهم بیشتری از خودشون نشون بدن ولی مهمترین نکته این سفر اینه که پاپ در این بازدیدش از لبنان برای اولین بار به طور مستقیم راجب به سوریه هم نظر خواهد داد آی نوریزاده سفر پاپ رو چطور میشه ارزیابی کرد و چقدر میتونه تاثیر بذاره روی تحولات سوریه که به نوبه خودش اون وقت خیلی تاثیر میذاره در روی ایران و آنچه میتونه در ماهای آینده در ایران رخ بده ببینید لبنان با اون که جالبی که از توایف و مذاهب مختلف داشته جایی بوده که هر نوع اتفاقی در خاور میانه باستابش در لبنان بوده یا لبنان باعث اتفاقاتی در خاور میانه شده یعنی یادمون هست جنگ داخلی لبنان چه ابعادی داشت و یا بعد طائف که اینا نشستن صلح کردن چه ابعادی داشت آمدن حریری چه بود کشته شدن حریری امروز به نظر من مصیبتی که بشار اسد دوچارشه بخش عمده ایش به خاطر این قتل حریری است و اما یه موازنه وجود داشته یه موازنه بوده بین مسلمانها ها و ایسوی این موازنه در سالهای اخیر به هم خورده به این معنا که ورود حزب الله و ورود شیعیان سیاسی با این قدرت با موشک و تانک و توپ و غیره به صحنه موازنه رو به هم زده مسلمانان سنتی یعنی سنی و درزیها و این گروهها اینا احساس خطر میکنن نه از مسیحیان در گذشته مسیحیان عامل خطر بودند امروز اینو متحد میشن با مسیحی ها در برابر نیروی شیعه و این نیروی حسن نصر الله و حزب الله غیره و ایران و سوریه طبیعتا الان یک لنگر این موازنه به هم خورده سوریه سوریه حالا توطئه میکنه آقای میشل سماحه رو بم میده دستش ببره لبنان همه اینا هست اما اون موازنه به هم خورده حزب الله احساس عزلت میکنه به نظر من مسیحا هوشمندانه مناسب ترین زمان رو برای دیدار پاپ انتخاب کردن حالا این دو عامل داره ببینید ق... اص... کاردینال قبلی لبنان سفیر، طرفدار گروه 14 مارس بود و رسما ضد سوریه این کاردینال رایی که اومد این کرد یه بالانس ایجاد بکنه رفت در دمشق از بشار اسد دیدن کرد چون مسیحیان سوریه خیلی مهمن یه عامل موازنن هنوز مسیحی ها در سوریه تصمیم نگرفتن بنابراین پا اگر بیاد و اشاره بکنه به مسیحی ها چون رژیم سرکوبگر صدام و رژیم سرکوبگر بشار اسد حداقل با مسیحی ها خیلی خوب بودن یعنی مسیحی ها اونجا احساس امنیت میکردن هم در عراق و هم در سوریه برای همین طرفدار نظام بودن و مسیحی های سوریه تصمیم نگرفتن حرف پاپ میتونه خیلی موثر باشه گو که بخش عمده ای از مسیحیان سوریه ارتدوکس هستن اما به هر حال پاپ پاپه اون جایگاه خود شده داره و اگر پاپ اشاره ای بکنه در تأیید مردم سوریه در مبارزشون این اصلا معادله رو به هم خواهد زد همونطور که خودت اشاره کردی و همه در لبنان منتظر این حادثه تاریخی بزرگن حضور رهبر کاتولیک جهان مارونی ها اکثرا کاتولیک هستن و این قدرت مسیحی رو در لبنان تثبیت میکنه دوباره مسیحی ها اون جایگاه قبلیشون رو میتونن به دست بیارن چون شما خودت لبنان زیاد بودی میدونی لبنان غیر از مسائل توایف فامیل های بزرگ یا اون آریستوکراسی قبیلهی و قومی در لبنان اینا خب خیلی سه قرن چهار قرن در لبنان حضور داشته حتی در دوران عثمانی ها بعد فرانسوی ها آل جمیل در مسیحی ها خب این یه جایگاه ویژه ای داره یا جنبلات در درزی ها یه جایگاه ویژه ای داره یا صاحب سلام که بود خانواده سلام یا صلح در سنی ها حالا هم حریری این ترکیبم به هم خورده یعنی چجوری شده یه دادم های جوان اومدن جدید اومدن تازه به دوران رسیده ها اومدن امثال نبی بری و اینا قبلا همیشه در طایفه شیعیان خاندان اوسیران خاندان خلیل اینا بودن خاندان اسعد حالا آقای نبی بری اومده این معادلات لبنان رو به هم زده و به نظر من دیدار پاپ میتواند یه مقدار اون توازن رو به شکل قبلیش برگردونه و در سوریه تاثیر بسیار زیاد خواهد داشت و اگر این پیام پاپ استقبال بشه از جانب مردم سوریه و مسیحیان در نتیجه باستاب در مورد ایران هم خواهد داشت حزب الله رو باز در انزوای بیشتری قرار خواهد در سوریه در روزهای گذشته یک اتفاقی افتاد که بسیاری از روزنامه‌های غربی حتی متعجب شده بودند و این بود که برخلاف دیگر کشورهای عربی که تا افتادن رژیم حاکم یک دستگی وجود داشت چند درگیری بین نیروهای بخش سکولار اپوزیسیون سوریه اپوزیسیون حکومت بشار اسد و مسلمانهای افراطی افراتی در گرفت. یعنی شاید به خاطر تجربه دیگر کشورها سعی کردند سوری ها اپوزیسیون از همین حالا خط قرمزهای های خودشون رو هر کدوم تعیین بکنند. این مسئله میتونه کمک کنه به کل جنبشی که بیش از یک سال پیش 16 ماه پیش تقریبا علیه بشار اسد به وجود اومد یا اینکه میتونه اونطوری که بعضی روزنامه نوشتند عامل بازدارنده باشه به نوعی ببینید انقلاب سوریه مسلمت‌آمیز شروع شد تا شش ماه واقعا مردم میمدن تعدادی کشته میدادن میرفتن دوباره فردا میمدن از زمانی که ارتش آزاد درست شد نیروهای مسلح جدا شدن از دولت رفتن رو بردن و جنگیدن فضا باز شد برای ورود اسلامی ها بلند شدن از مغرب لیبی پاکستان را افتادن و بعضی از نقاط عبور هم به روشون باز شد مثلا ترک ها یه مقدار در این مورد چشون رو بستن اینا رفتن تو اینا طبیعتا با هدف اون ارتش آزاد هدفشون یکی نیست و اعمال اینا مرتکب میشن با فتاوی بزرگان خودشون ابو خالد شامی فتوا داده هر کی از ارتش دیدی یا چی سر ببر خب این با ارتش آزاد که میخواد نار جذب بکنه در تعارض هست و چند روز قبل جنایتی کردن 24 سرباز سوری رو به وضع فجی کشتن و این خیلی ارتش آزاد مسترب شد اومد توضیح تو ما نبودیم و و این اتفاقات داره میفته هر چی این ماجرا ادامه پیدا کنه به نظر من این خلافات بیشتر خواهد شد و بخت اسلامی ها برای اینکه سلطه خودشون رو برقرار کنن بیشتر خواهد شد برای اینکه اون اسلامی ها انتحاری هن همه جور خلاصه در مبارزه استفاده میکنن یه جور مثل اوایل عراق خواهد شد دقیقا یعنی خیلی خطرناکه به نظر من شما ببینید اگر ماجرای مصر دو سال دیگه تو یه سال دیگه طول میکشید سلفی ها کاملا مسلط بودن بر مصر در تونس هم همینجور در لیبی هم همینجور و خوشبختانه این تجربه بد اسلامی ها در مصر و در تونس و غیره باعث شده الان مردم واقعا نمیخوان نمیخوان بشار بره جاش دریشو بیان و زنها رو بکنن زیر چاه جاب و و اینه که این هم به ضرر جنبش مردمه و هم حتی به ضرر خود بشار اسد و اعضای حکومتشه چون با شورای ملی و آقای برهان قلیون و اینا سرشون رو نمیبرن دار بزنن باشون رفتار آدمی خواهند که ولی اگه دست این ابوها بیفتن که پارشون میکنن کما که در جاهای دیگه دیدیم اینه که من معتقدم واقعا این میتونه بسیار خطرناک باشه میتونه به جنبش لطمه بزنه شما اشاره کردین که در جاهای دیده شده که مسلمان ها میتونن کارای بکنن که مسلمان افراطی افراتی البته نه به مسلمان بلد. مسلمان اسلام سیاسی افراطی من جمله اون اتفاقی که در بنغازی در لیبی افتاد که سفیر آمریکا که کسانی که من شخصا ایشونو دیده بودم چند بار که از دوستان جامعه مدنی ایران هم بود و انسان بسیار شریفی بود و به تمام جریان علیه سهنگ قذافی کمک بسیاری کرده بود به این طرز وحشیانه و به خاطر هیچ کشته میشه در لیبی با که دولت این کشتار رو محکوم کرد و میگه توتهی از قبل چیده بود و هیچ ربطی به مره. اون فیلم معروف نداره در لیبی چه خبر آقای نوریزاده؟ ببینید در لیبی انتخابات اسلامی ها رو شگفتی زده کرد چون تمام امکانات در اختیارشون بود برنده بشن ولی ناگهان مجموعه آقای, احمد، آقای محمود جبریل برنده شد یه گروه سکولار این یعنی متشکل از تعدادی از احزاب کوچیک و اینا بالاترین کرسی حزبی رو به دست آوردن بعد خب یه تعداد نمایندگان مستقل بودن که بعد بعد هویتشون آشکار میشد درگیری که در شورای ملی لیبی شد و بعد انتخاب یک نخست وزیری که بینا بینه اینه که هنوز در لیبی سلطه کامل برقرار نشد لیبی کشور قبایل عقب مانده سیاسی به معنای واقعی کشوری که یه سینما نداره یه کلوب نداره یه حزب نداره یه روزنامه نداشته درست حسابی اینه که لیبی زمان میبره ولی من برام واقعا شگفتی آور بود که لیبیایی ها به اسلامی ها رأی مطلق ندادن و این خیلی خوب شد این میتونه. اما راجب سفیر امریکایی من دو تا نکته رو بگم که این خیلی به مهمه این کتاب این فیلم یک ماه قبل تو امریکا ساخته شده روی اینترنت یه سانس هم نشون داده شده ایشکی نرفته بسیارم فیلم چرندی من تمامش رو دیدم فیلم بی ربطه چرند مثل این که دقیقا یارو درست کرده که پرووک کنه همین توهین یک هفته قبل از این ماجراها تلویزیون العالم جمهوری اسلامی المنار حزب الله و این دبیس و تلویزیونی که تو اراق درست کرده عربیا اینا شروع کردن کمپینی را انداختن گریه برای پیغمبر و برای توهین و امریکا را مقصر دولت امریکا تقصیر نداشته در این ماجرا آمریکا چجوری الان دولت بریتانیا چجوری من شما رو میخواد مانع بشه که ما این حرفامون رو بزنیم خب ما میزنیم یه دم در ایران خوششون نمیاد آمریکا هم که نمیتونه این کارو بکنه شهروند آمریکایی از آزادی عقیده و بیان برخوردار اینا تحریک کردن توده ها رو این تحریک توده ها در مصر در یمن در جا که جمهوری اسلامی باز جلو افتاد میخواد سردمدار کار بشه در مورد لیبی حساب شده بود چون ایمن و زواهری دو روز قبلش پیام داد به مناسبت کشته شدن فرد دوم القاعده در یمن که اونا آمریکا رو مقصر میدونند. و تهدید کرد هر جا منافع آمریکا رو دیدیم بزنیم ساروز 11 سپتامبر بود و اینا میخواستن از وقتی بن لادن کشته شده بود گفتن انتقام میگیریم بنابراین ساده ترین تارگت رو انتخاب کردن چون سفیر امریکا قایم نمیشد قاطی مردم بود دوستش داشتن اینقدر این رابطش با مردم خوب بود که مد قاطیشون را میرفت برخلاف سفرهای دیگه با محافظ چندهایی نمیرفت میگن که با وجود تاکید بله. امنیتی آمریکایی هیچ وقت جلیقه ضد تنش نمیکرد یعنی واقعا اینقدر مردم لیبی رو دوستش داشتن چون تو برنامه های تلویزیونی مد حرف میزد یکم عربی بلد بود و مردم رو دوست داشت میرفت صحرا تو خیمه باشو میشست قضا میخورد اینه که جامعه لیبی پذیرفته بودش انتخاب این تارکیت خیلی ساده است دیگه شما وقتی به این راحتی رفتن کشتنش و اینه که متا امریکا خیلی تلاش کرد خیلی هم به نظرم جالب بود واقعا بعد دادم گاهی اوقات حق داره ستایششون بکنه چقدر امریکایی سعی کردن اینو به حکومت مصر و لیبی رفت ندن یعنی در واقع این دو حکومت هم در یک موضع مسئولیت قرار دادن که نه آقا اینا نبودن ما با اینا رابطه خوب داریم که آقای مرسی مجبور شد توی بروکسل موضع بگیره و بگه که محکوم میکنم آدم و این وحشیگری اسلام نیست ولی متاسفانه میگم من همیشه بر این باورم که جمهوری اسلامی که اسمش اسلامیه و اصلا اسلامی نیست چون شما هر کاری رو این رژیم انجام میده بنابراین شما وقتی به زندانی تجاوز میکنی این با اسلام تطابقی نداره جمهوری اسلامی به شدت وضع نگران کننده ای داره وحشت داره از سقوط اسد و به مراتب ترجیح میده الان منطقه رو علیه آمریکا شعله ور کنه من مصر بودم و دیدم اینا چه پولی دارن خرج میکنن دارن این کارو میکنن و میگه میدون جنگ منم استفاده میکنم مشروع و الان اینه که باید جمهوری اسلامی سوریه تلویزیون های سوریه چیکار کردن اینا همه و همه در ایجاد این فضای نگران کننده سهم به ایران نزدیک بشیم و سری بزنیم به عراق دادگاه های عراق معاون سابق رئیس جمهور رو محکوم به اعدام کردند و ایشون هم که در حال حاضر در ترکیه به سر میبره توانست حمایت دولت ترکیه رو به نوعی به دست بیاره که اعلام کرد به هیچ وجه استرداد آی هاشمی قابل پذیرش نیست از سوی سیستم قضاییشون این اعدام چه عواقبی میتونه داشته باشه بجز بمبگذاری هایی که بلافاصله در روزهای بعد از اعلام این حکم دوباره ده ها نفر رو در عراق کشتند ببینید آقای رفت اولا طارق هاشمی معاون رئیس جمهوره نه استفاده نه برکنار شده یعنی آقای طالبانی هم هیچ حرفی نزد و این قانون به سا حکم را محکوم کرد آقای مالکی اشتباه بزرگی در محاسباتش کرد ایشون رفت پیش امریکایی ها اگه یایتون باشه رفت نشست با آقای اوباما صحبت کرد که آقا تو دست من رو در عراق باز بگذار من جلو ایران رو میگیرم نمیذارم ایران زیاد بیاد با یه کارت بلانش برگشت بلا فاصله بر این شد که دو تا از مزایمای اصلیش رو پا کنه اولی سال مطلق بود که معاون نخست وزیر بود از جبهه العراقیه دومی طارق هاشمی بود که آدم خیلی برجسته است مورد احترام جامعه سنی عراق بسیار بهش احترام میذاره با شیعه هم رابطه خوبی داره آقای سیستانی رو میرفت میدید خیلی اومدن این طرح رو ریختن که بله حالا یه محافظه ایشون که یه وقت محافظش بوده توی کار تروریستی دست داشت یه دادم بیچاره گرفتن این آقای جوادال اسدی معاون زد کشور یک جانوریش مال حزب الدعوه درست این صدام بردن این رو تو بازداشتگاه خصوصی شکنجه دادن یکیشون زیر شکنجه کشته شد بقیه را آوردن تو تلویزیون با چشم و چار سیاه اعتراف کردن بله آقای هاشمی به آن گو برو بوم بذار تو مجلس هاشمی میگه در اون موقع من تو مجلس بودم چه جوری بوم بذارم خودم کشته بشم حالا سال احمد هم که خواست برکنه کن زورش نرسید یعنی آمریکایی هم گوش رو پیچوندن که نه العراقی اگه بره بیرون دولت تو میخوابه تو دولت اقلیت نمیتونه تشکیل بده و اینه که آقای مالکی حالا همجور کجدار و مریض داره میکنه کار بسیار بدی که مالکی کرد وقتی رفته بود تهران با شاهرودی ملاقات کرده بود شاهرودی شکایت کرده بود از وجود کلوپای مختلف در بغداد و اینا به محضی که برگشت اون گارد خصوصی شو فرستاد تمام این باشگاه ها و کلوپای بغداد و ریختن زدن مشروب و شکستن زن و مرد رو جدا کردن و این اثر بسیار بدی تو عراق گذاشته من با روزنامه روز نگاره نویسنده های عراقی که صحبت میکنم میگن مالکی دست به اقدامی زد که نهایت حکومت مذهبی شدن عراق مثل ایرانه ولی ما نمیذاریم جامعه مدنی عراق اجازه نخواهد داد و یه عامل دیگه هم کردان یعنی کردها خیلی قوی و مقاومت میکنن و حتی در بغداد مثلا شما 900 هزار کرد دارید یعنی اینا نمیتونن یا مسیحی های عراق اینا به همه خیلی وقتا میگن که بزرگترین شهر کردنشین بغداد عراق بغداد بله به خاطر تعداد جمعیت کرد اگر بخوایم در منطقه بمونیم یکی دیگر از کشورهایی که ایران در هفته های اخیر باشون مشکل داشته کشور یمنه بله. یمن به طور مستقیم و غیر مستقیم ایران رو به حمایت از تروریسم متهم میکنه و پخش کردن پول بین اون اشایر و قبایلی که با دولت مرکزی اختلاف نظر دارند ایران واقعا در یمن اینقدر موثر و تحصیل گذاره ببینید ما با یمنی ها یه رابطه تاریخی داریم از زمانی که انوشی لشکری رو به سرپرستی یکی از سردارانش فرستاد به کمک سیف ابن زیزن و اینا رفتن و مستقر شدن پیروز شدن ابرهه رو شکست دادن و یمن یه نوع کلونی ایرانی شد شما الان در یمن اسمایی مثل بهرام بهروز اصلا این اسما رو میشنوید باورتون نمیشه مثلا اسم طرف بهرامه میگی چرا بهرام میگی بوده تو خون وادم یا اسم بزرگترین شیخ یمن که آمریکایی هم تو لیستشونه زندانیه و من پرسیدم با مرحوم جعفریان رفته بودیم گفتن زندانی ایرونیایی که اومده بودن چون مزدکی بودن این کوه گفت زندانی بودن قبلا اینجا بهشون میگفتن زندانی و این اسمی اسم یه حالا شاه از این مسئله خیلی خوب استفاده کرد در برابر یمن جنوبی اون وقت جمهوری اسلامی برعکس روابط نزدیک با یمن جنوبی داشت و درست شبی که آقای خامنه‌ای داشت میره یمن جنوبی اگه یاد باشه کودتا شد و عبدالفتاح اسماعیل کشته شد و اینا و یمن که مشتر... به یکی شدن جمهوری اسلامی از حوسی ها حمایت میکرد که زیدی های چار امامی بعضیشون هم شیعه شدن اینا هم میخواستن جلوی عربستان یک شاخ درست کنن که نزدیک به منطقه شرقی عربستان باشه که شیعه ها اونجا اینجا هم یک جمهوری شیعه درست کنن موفق نشدن حالا جمهوری اسلامی رفته به علی سالم البیز کمونیست آخرین نخست وزیر یمن جنوبی داره به اون فول میده و آدمای اون آورده ایران آموزش میده فلان و یمنی ها خیلی سری ماجر ناراحتن خب به حال سعودی ها هم هستن که پشت دولت یمنی هن آقای رب, رب منصور و این است که دست جمهوری اسلامی یه پاسدار اونجا گرفتن پاسدار سابق که یک ستاد درست کرده بود بیمارستان ایرانی رو بستن و تغییر کرو دادن اردنیا اومدن جاشون اینه که به هر حال بله جمهوری اسلامی نیشه اقرب نه کین قانون اساسی سفر ما به منطقه با دکتر علیرضا نوریزاده پایان یافت و برنامه امروز هم اینجا به اتمام میرسه تا برنامه بعدی روز و شب خوشی داشته باشید